اشکای بی انتها. با درود فراوان خدمت همیهنان گرامی عزیزم، یک بار دیگه خدمت رو میرسم امروز که با هم صحبتی داشته باشیم در مورد مشکلات پا. در جلسات گذشته به صورت دیتیل خیلی مفصل صحبت کردیم راجع به مشکلات مختلفی که مردم مبتلاش میشن و براشون موجب ناراحتی میکنه، من جمله درد پاشنه پا، همینطور بانیان، همرتوز، عرض کنم خدمتون که و موردهای دیگه. امروز هم یک مقداری در مورد پا صحبت میکنیم، در سعی میکنیم متمرکز کنیم حواسمون رو روی مشکلات پوستی پا، چیزایی که خیلی شایع هست مثل زگیل یا پینه یا ناخونهایی که در گوشت پا فرو میرن. بسیار از بیمارانی که رجوع میکنن اکثرا از این مشکلات شکایت میکنن. عرض کنم خدمتون که یک مختصری من از خودم دوباره خدمتون ارائه بکنم. من دکتر مجید سیدین هستم، متخصص و جراح پا. آفیس من در انسینو هست، آدرس من پشت من روی سر روی پرده انداخته شده، 177777 Ventura Boulevard number 252. شماره تلفن من هم هست 818-654-8360. عرض کنم خدمتون که اگر در منطقه هستین من در خدمتون هستم، اگر که توی منطقه نیستین امیدوارم که از حرفای من بتونید استفاده کنید و حتما به پزشک پاتون حداقل سالی یک بار رجوع کنید. حتی اگر مشکلی نداشته باشید بگذارید یک نگاهی بکنن، بتونن راهنماییتون بکنن. اگر که مشکلی نیست، بیماری نیست، که خب چه بهتر. اگر که خدای نکرده مشکلی هست، هر چه زودتر، مثل همه بیماری های دیگه، اگر زودتر بهش پرداخته بشه بهتر میشه اون رو معالجه کرد. عرض کنم خدمتون که یکی از بیمارانی که به من مراجعه کرد چند روز پیش شکایت خیلی زیادی میکرد از پینه های کف پاش و از من میخواست که اون رو از ریشه در بیارم. عرض کنم خدمتون که بعد از اینکه ایشون رو من معاینه کردم ایشون گفتم که ببینید این پینه پا که البته یک اصطلاح عمومی هست چون ممکنه انواع و اقسام مشکلات پوستی باشه، یکی از اونها پینه هست که به اصطلاح کلفتی پوست یا زخیم شدن پوست در بعضی نقاط هستش، این ریشه نداره بلکه باعث و بانی داره. اصطلاحا عرض میکنم خدمتون باید دید که علت این پینه چی هست. وقتی که شما راه میرید، راه تشریف میبرید، راه بیمایی، اونجور که طبیعت شما رو طراحی کرده به این صورت هستش که فشاری رو که یعنی تمام وزن شما که روی پاتون هست به اضافه اون مومنتوم، یعنی شما وقتی که در حال حرکت هستین اگر بایستید روی ترازو ممکنه مثلا 150 پوند نشون بده، اما اگر شما پاتون رو میذارید روی ترازو رو اون میستید متوجه میشین که عقربه اون ترازو از 150 پوند بالاتر میره و بعد بر میگرده. اون حرکت شما یا به اصطلاح مومنتوم در فیزیک باعث میشه که وزن بیشتری روی پاهای شما بیاد. اگر شما عرض کنم خدمتون روی یک پدهای مخصوصی هست که راه برید توی آزمایشگاه ها، زیر اونها سنسرهای گذاشته شده که بهتون نشون میده چقدر در حال راه رفتن فشار میاد به کف پا شما، وقتی که میدوید چقدر بیشتر، حدودا در حال راه رفتن چیزی در حدود 3 برابر وزن شما رو پای شما متحمل میشه. اگر بدوید چیزی در حدود 8 برابر، این اگر فرض کنید که شما 150 پوندین چیزی در حدود 1000 پوند پای شما متحمل فشار میشه در حال دویدن شدید. اون حرکت
که میخیزید و بعد روی پاتون فرود میایید، اون مومنتوم هست، یعنی جاذبه زمین شما رو میکشه به سمت پایین و اون موشنی که دارین، حرکتی که دارین در دنیای فیزیک بهش میگن mass times velocity، یعنی اون جرم ضرب در سرعت، و این خیلی بیشتر از اون وزن شما هست. به هر حال طوری که تکامل پای شما رو دیزاین کرده به این صورت هستش که این فشار به صورت مساوی تقسیم میشه در سطح پای شما. زمانی که اون آناتومی یا ترکیب طبیعی کف پای شما تغییر میکنه به خاطر مشکلات بسیاری که وجود داره، یکی از اونها بانیان هست و یکی از اونها همه تو هست، یا به اصطلاح بعضی موقع میگن کفی صافی کف پا و خیلی دلایل دیگه که اینجا من میخوام مطرح کنم، سرتون رو درد بیارم، وقتی فشار توی یک منطقه از کف پا بیشتر میشه نسبت به اطراف اون، اون قسمت سیستم دفاعی بدن سعی میکنه اونجا رو ضخیم تر کنه که در واقع حفاظتش کنه. کسایی که با دستشون زیاد کار میکنن یا وزن بردارا میدونید که کف دستشون پی نمیزنه. عرض کنم خدمتون که کسانی که پابرهنه زیاد راه میرن کف پاشون پی نمیزنه. این پینه ها خودشون در این حال که دارن پا رو دفاع میکنن در مقابل این استخونی که در زیر اون هست و قشای نرمی که در زیر اون هست، عرض کنم خدمتون میبخشید، در زیر اون به صلاح پوست هستش، به خاطر اینکه اون رو پروتکت بکنه پینه میبنده، پوست زخیم تر میشه، ولی به مرور زمان همون خود پینه دوچار مشکل میکنه به خاطر اینکه وقتی از یه حدی بزرگتر میشه، حالت این که شما دارید روی سنگ راه میرید یا یه قلوه سنگی یا کوچیک یا بزرگ توی کفش شما هست و شما دارید روی اون راه میرید و این باعث درد میشه. من عکس هایی دارم اینجا، یه مقدار شما رو آشنایی میدم با انواع و اقسام این مشکلات پوستی که خیلی شایع هست، مثل پینه، مثل زدیل و عرض کنم خدمتون که یکی دو نمونه دیگه. اگر اتاق فرمان لطف بفرمایند فولدر کلس رو باز کنم، سپاسگزارم. عرض کنم خدمتون که این عکس یک کف پایی هستش که مبتلا به بیماری بانیان هست، احتمالاً این شخص روماتوید آرترایتیس داره. عرض کنم خدمتون که به خاطر اینکه شکل پا تغییر کرده یه مناطقی فشار بیشتری میاد، در پشت هر انگشت پا یک استخوان بلند هست که با آن متاتارسال میگویند. اینها وقتی که انگشتان حالت قلاب در میان یا به صلاح همرتو در میان، اون استخون قسمت سر اون استخون به سمت پایین فشرده میشه و همین باعث تغییر تعادل وزن در کف پا میشه و شروع میکنه اون نقطه هایی که استخونش پایین تر وایساده پینه زدن. این پینه ها در بعضی موارد خیلی دردناک هستن و در بعضی موارد زیر اون شروع میکنه به خونریزی کردن و تبدیل به زخم میشه که بهش میگن آلسر. در مورد افرادی که مبتلا به بیماری دیابت هستن و نوراپاتی، یعنی حسای جانبیشون ضعیف شده، این میتونه خیلی خطرناک باشه چون در زیر این پینه میتونه آلسر بکنه، خونریزی بکنه، عفونت بکنه بدون اینکه متوجه بشن. و وقتی که متوجه میشن قاعدتاً کمی دیر هست و احتیاج به درمان شدید داره یا آنتی بیوتیک داره.
به خاطر همین کسانی که مبتلا بیماری نوروپاتی هستن، حالا حتما نباید دیابت داشت تا اینکه نوروپاتی گرفت. بیماری های دیگه ای هم وجود داره که شما میتونید بی‌حسی جانبی یا نوروپاتی بگیرید ولی دیابت نداشته باشین، یا حتی دیابت داشته باشین و نوروپاتی نداشته باشین. به هر حال اگر شما دیابت دارین یا مبتلا به نوروپاتی هستین، حتما به طور روتین یا متداوم هر دو ماه یک بار تشریف ببرید پیش دکتر پاتون و بذارید که نگاه کنن اگر این پینه ها رو موجب مشکل هست، اینها رو میتونن براتون بتراشن، کوتاه‌تر بکنن، اینکه مبتلا به مشکل بزرگتری نشیم. عکس بعدی رو اگر لطف بفرمایید، عکس رو ما دنبال میکنیم. بله، این هم باز یک کلس هست. کلس ها در واقع میشه به دو دسته اونها رو تقسیم کرد، اونهایی که پراکنده هستن یا دیفیوز هستن، نقطه متمرکزی ندارن. سمت راست یک نمونه از اون هست، سمت چپ یک نوع دیگه هست که من راجعش بیشتر توضیح میدم. همونطور که میبینید استخون زیر شست پا برآمده شده و بعد هم روش پینه زده. صفحه بعد، عکس بعد، این هم کف پا هست که البته هم خشکی پا هست. در بعضی موارد این شروع میکنه به ترک زدن های خیلی شدید و اون ترک ها خودشون باعث عفونت میشن و درد. کرم های مخصوصی هست که یوریا کریم یکی از اون هاست، اسیدی. ما اینها رو برای مریض می نویسیم، شب ها اون رو روی کلساشون میزنن، جورابی تمیزی پاشو میکنن تا صبح این پوست رو نرم میکنه و بعد صبح در حمام با استفاده از همین سنگ پاهایی که توی مغازه ها میفروشن به نام پامستون اون رو میتونید بتراشید و نگذارید که زیاد بشه. اگر مقدار اون زیاد بشه، شما مدت زیادی به اون نرسین، اون دیگه تقریبا از دست شما خارجه، باید یک آدم پروفشنال اون رو به اصطلاح براتون مداوا بکنه. عکس بعدی رو اگه لطف بفرمایید. کسانی که همرتو دارن، هم که عکس میبینید انگشتانشون خمیده میشه به سمت پایین، به خاطر اینکه بیشتر کفش ها اونقدر درش فضا نیست، سپیس نیست که پاتون دارن جا بشه، به خاطر اون خمیدگی اینها سابیده میشه به بالای کف و شروع میکنه به پینه زدن. پینه زدن ها هم شکل زیاد جالبی ندارن، هم باعث درد میشن و همین که در افرادی که عرض کردم دیابت دارن این میتونه خطرناک بشه، چون یک ذره پوست پاره بشه و داخل کفش هم که معمولا تمیز نیست، محیط تمیزی نیست، میتونه به تبدیل به سلولایتیس بشه، یک عفونت پوستی و براشون مشکل ایجاد بشه. امراض ساده پوستی که یک آدمی که هیچ مشکلی نداره به زودی خوب میشه، در یک فردی که سیستم ایمنیش ضعیف هست، مثل یک کسی که دیابت داره یا مبتلا به یک امیون دیزیز دیگه هست، سیستم ایمنی دیگه هست، میتونه به زودی پیشرفت بکنه و متاسفانه در افرادی که نوروپاتی دارن و دیابت دارن اون علائم خطر که ما بهش میگیم constitutional symptoms، مثل تب کردن یا درد گرفتن، عرض کنم خدمتون، اینها دیده نمیشه، ممکنه دیده نشه، اینه که مریض متوجه نیست که داره عفونت میکنه، میبینه پاش زیر قرمز شده، اهمیت نمیده و بعد متوجه میشه که شدید عفونت کرده، به بیمارستان و آنتی بیوتیکای خیلی قوی. عکس بعدی رو لطف بفرمایید. بله، این روی انگشت کوچک هست که پینکی بهش میگن. این گاهی اوقات به خاطر این که خمیدگی هست یا همرتو هست، گوشه بالای استخوانی که در این هست، در این انگشت کوچک هست، یک زائده استخوانی به وجود میاد، حالت قلمبگی، و اون قلمبگی از داخل پوست رو شروع میکنه به اذیت کردن و موجب ایجاد کلس میشه. حتی اگر که شما، البته این کفش خیلی خیلی روی بدتر شدن این شرعه این پینه تأثیر میذاره، ولی در این حال استخونی هم که در داخل هست، یعنی که گاهی اوقات حتی اگر که شما کفش رو باز بپوشید بعد از این پینه ها
پیدا شدن تا زمانی که اون استخون داخل تراشیده نشه و اون انگشت درست نشه، این پینه همچنین دوباره پدیدار میشه. عکس بعدی رو لطف کنید. بله، این عکس دو تا عکس قبلی یه حالت نقاشی داشت، این عکس واقعی پا هست. همونطور که می‌بینید این آقایی که مبتلا به همرتو هست، یعنی انگشتانشون خمیدگی پایین داره، بالاشون پینه زده و بعد زخم شده، حتی انگشت کوچیکشون یک حالت به اصطلاح عفونی پیدا کرده، قرمز شده. به راحتی اینا عفونت میکنن به خاطر اینکه اگر که این پوست ادامه پیدا بکنه به سایده شدن داخل کفش، فاصله اون پوست و استخوان بیشتر از 1-2 میلی‌متر نیست و در بعضی موارد پیش اومده که این زخم شده به استخوان رسیده و دیگه از یک مشکل بسیار ساده تبدیل شده به عفونت استخوانی که در یک فردی، این بیشتر در افرادی هستش که سیستم ایمنشون ضعیف هستش، افرادی که خنثی سنشون بالا هست و یا اینکه مبتلا به بیماری دیگه‌ای هستن که سیستم ایمنشون آورده پایین، یا اینکه دیابت دارن. به هر حال باید به اینها توجه کرد تا یه همچین مشکلات پیشرفته مثل آستیومایلایداز که عفونت استخوانی هست پیش نیاد. مداوای اون بسیار کار مشکلی هست و نهایتاً در بعضی موارد تبدیل به امپیوتیشن یا قطع کردن انگشت و حتی استخوانی که پشتش هست، بستگی داره چقدر طول دادن و مداوا نکردن. آیا عکس دیگه ای هم هست در اون فولدر؟ و این هم یک نوع پینه هست ولی بسیار دردناکتر از پینه های دیگه است. فرق این پینه یا کلس با کلس های دیگه به این صورتی که اون کلس هایی که قبلا دیدید بهش میگیم دیفیوز یا پراکنده، نقطه متمرکزی نداره. این کلس یا پینه فرق میکنه، قده عرقی در اون پلاک شده یا بسته شده و بعد اون قده عرق که میدونید که کف دست و کف پا بالاترین تعداد قدد عرق رو داره، این رو تکامل به وجود آورده که در حال حرکت کردن اون عرق گردن کف پای کف دست استکاک بیشتری ایجاد بکنه در حال دویدن و به اصطلاح فرار کردن یا از درختی بالا رفتن و غیره. و هر حال با ما مونده میلیون ها سال و این قدرت عرق گاهی اوقات مخصوصا کسانی که کفش های رو می پوشن که قابل تنفس نیست برای مدت خیلی زیاد پاشون عرق میکنه اونجا و بخاطر که کفششون کوچیک هست، تنگ هست، چین رو پوستشون چین میخوره و اونها رو من بیشتر دیدم در اونها، در اون افراد. این لوله‌ای که به اصطلاح قده عرق رو وصل میکنه به سطح پوست، اون پلاگ میشه، بسته میشه، این قده عرق میمیره و تبدیل میشه به یک توپ پوستی، یه چیز کوچولویی به اندازه مثلا یک ارزن، یه ذره بزرگتر، یه ذره کوچکتر و بعد شروع میکنه به دورش پینه زدن در اثر راه رفتن و شما انگار که یک به اصطلاح یک سوزن این چیزی در داخل پاتون هست. هر وقت که پاتون رو میگذارید بستگی داره به بزرگی این، به درد شدید ایجاد میکنه. تشخیصش هم به این صورت هستش که پینه های پراکنده یا دیفیوز کلسا اگر از مستقیم به اون فشار بیارید به این حالت درد نمیگیره، ولی این پینه‌ای که بهتون نشون دادم اگر که مستقیم روش فشار بدید درد شدیدی میگیره. فولدر بعدی بازم هست، اینم باز یک عکس دیگه از دو تا از همون نوع پینه ها. اینها رو باید تراشید، عرض کنم خدمتون که و بعد دید که شرایط کفشی و راه رفتن این فرد چجوریه، سطح پاشون به چه صورته. برای مداوای این تنها پالیاتیو کر یا تراشیدن اونها یا دادن کرم کافی نیست، باید ببینیم که نوع کفششون چیه. اگر دچار مشکل پا هستند براشون تو کفش‌های مخصوص تهیه کرد، عرض کنم خدمتون که و همینطور مریض رو آموزش داد که چیکار بکنن که اینها کمتر بشه. در بعضی موارد حتی اینها از بین نخواهن رفت تا زمانی که اون
بیماری که باعث و بانی این مشکل شده اون از بین بره. مثل بانیان، مثل همرتو، بیمارانی داشتم که انقدر انگشت کوچیکشون خمیدگی داشته که انقدر به حالت قلابی در اومده که در هنگام راه رفتن این نوک انگشتشون هست که میخوره به زمین و باعث پینه شده و اون پینه تبدیل شده به یک زخم زیر اون و بعد زخم ادامه پیدا کرده، خورده به استخوانشون و مبتلا به بیماری عفونت استخوانی شدن. بسیار بسیار دردناک هست این وقتی که یه پینه ای در نوک انگشت ایجاد میشه. مگر شما مشکل بیهسی داشته باشین مثل نوراپاتی، در یک فردی که نداره بیهسی در انگشتانشون تحمل این زیاد ساده نیست. عرض کنم خدمتون که فولدر بعدی ما در مورد زگیل هست. زگیل هم یکی از همون مشکلات که در زبان عامی بهش میگن وارتس، در زبان علمی بهش میگن وروکا، ما در فارسی به اون میگیم زگیل. بله، این یک نقاشی از پا هست، نشون میده این چیزی که شبیه زگیل هست در پایین پا. حالا به دیتیل من بهتون نشون میدم که این چی هست. ببینید زگیل باعثش یک ویروس بهش میگن وروکا پلانتارس، یعنی در واقع همون ویروس زگیل کف پا. ویروس های زگیل بسیار هستن، از انواع و اقسام در جاهای مختلف بدن دیده میشن. حتی اگه خانمایی که میدونن باید داش برن برای پپ سمیر هر چند وقت، هر سال یک بار، اونی که باعث به اصطلاح سرطان در دور دهانه رحم میشه یک نوع ویروس هست. انواع و اقسام هستند، بعضی از اینها باعث سرطان میشن و حتی ویروس هایی که در قسمت های تناسلی زده میشن اونها رو باید به دقت بهش درمان کرد، باید پیش دکتر متخصص خودتون برید اون رو نگاه کنن، نمونه برداری کنن و ببینن که آیا این ریشه سرطانی داره یا نه. زگیل هایی که در کف پا در میان ویروس های سرطانی نیستن، ولی این ویروس ها میتونن پخش بشن، از یک زگیل کوچک میتونن بشن زگیل بزرگ. در بعضی موارد بسیاری از سطح کف پا رو فرا میگیرن و بعد از یک فرد میتونن به یک فرد دیگه توی خانواده منتقل بشن. اگر که از ویروس توی محیط هست، البته همه جا توی خاک هست، پس چرا همه نمیگیرن؟ یکی از دلایل اون هست که اگر کفشتون آلوده هست و یا با آدم آلوده، کفشی که فرد آلوده دیگه پوشیده، شما پوشیدین یا با اون فرد تماس دارین برای مدت زیادی، prolonged exposure، یعنی برای مدت خیلی زیادی، شما عرض کنم خدمتون که به اون آشکار شدین در اون زمان. یا اینکه فرض کنید یه تیکه چوبی چیزی وارد پوستتون شده و اون آلوده بوده. به هر حال چرا مردم بعضی‌ها میگن و نمیگیرن، این خودش یک به اصطلاح یه تئوریایی داره ولی دقیقاً نمیدونن. عرض کنم خدمتتون که اگر عکس بعدی رو نشون بدید، بله اون عکس قبلی یه دونه وارد خیلی کوچیک بود قبل از اون، بله این عکس کوچیک از اون وارد هست، این نقطه های سیاه رنگ رو شما دقت کنید تا من بعدتون توضیح بدم که اونا چی هست. عکس بعدی رو نشون بدید لطفا. بله این مورد پیشرفته تری هست، شما ببینید زیاد وقتی نگاه میکنید فرقی با پینه های دیگه به اون صورت نمی کنه. گاهی اوقات تشخیص بین زگیل و اون پینهی که نقطه مرکزی داره که ما بهش میگیم پروکراتوسیس یه خورده مشکل هست. یکی از کارهایی که توی کلینیک ما انجام میدیم که بهمون کمک بکنه تشخیص بدیم که این آیا زگیله یا این که پروکراتوسیس یا اون زگیلی که هسته مرکزی داره، به این صورتی که عرض کردم اگر که مستقیم فشار بدین روی اون درد میگیره. در مورد زگیل اگر مستقیم روی اون فشار بیه درد نمیگیره، ولی از پهلو اگر اون رو از دو طرف فشار بدین شروع میکنه به درد گرفتن، چون آناتومیش فرق میکنه
با همدیگه. عکس بعدی رو لطف کنید. بله، اینجا می‌بینید که کف پا برای این زگیل پخش شده در کف پا. و بعد عکس بعدی اینجا توی دستم می‌بینید که حتما دیدید توی مثلا دوران دبستان اینها، من یادم هست که از همکلاسیام دستش پر بود از اینا. و عکس بعدی و این همون زگیل هست، عکس رو بزرگتر کردن، نقاط تیره‌ای در اون می‌بینید، نقطه‌های قرمز. این نقطه‌های قرمز در واقع شریان‌های خون هست یا blood vessels. اینها وقتی که پوست مبتلا به ویروس زگیل میشه، شکل این پوست رو تغییر میده، مثلا پوسته زمین، نمیدونم که شاید دیده باشین، وقتی چروک میخوره، پوست چروک میخوره به سمت بالا و همه اون پاپلری لایر یا اون لایه پاپلری که بسیار در اون جریان خون هست یا شریان‌های ریز، مورگ‌های بسیار ریزی هست، اونها رو به سمت بالا فشار میده و وقتی که این رو میبرین، این رئین به سلام مورگ‌ها هم باش بریده میشه و بعد خون قطع میشه. به خاطر همین دونه دونه نقطه‌های سیاه رنگ رو در روی اون زگیل میبینید. عکس بعدی اگه لطف بفرمید. و این it's a histological slide، یعنی اون رو برداشتن یه زگیل رو به صلاح، البته این من این عکس رو گذاشتم که مقایسه کنید با عکس بعدی. این cross section یا پروفایل یک پوست معمولی هست، همونطور که میبینید اون لایه بالایی حالت نارنجی رنگ داره، خیلی نازک، اون پوست مرده است یا کراتین بهش میگن. زیر اون یک لایه تیره تری هست که حالت کوه داره، بالا پایین مثلا دره هست و کوه هست و اینها. این لایه همون پاپلری هست که بسیار واسکولر هست، که در اون مثلا چرینا و مورک های بسیاره. بعد زیر پوست اون درمس هست یا لایه زیری پوست. عکس بعدی رو اگه لطف کنید نشون بدید. نه قبل از اون یه دونه عکس هست. بله، این عکس می‌بینید، اون همون شبیه عکس قبلی هست، ولی لایه‌های اون لایه به اصطلاح تیره اون که حالت رنگ قرمز تیره داره، ببینید چقدر اون تغییر کرده، خیلی کلفتر شده، اون کوه و درش به مراتب بیشتر شده. و کاری که این ویروس میکنه همینه. این شکل به اصطلاح غیر عادی رو به وجود میاره که این لایه بالا کلفتر میشه و شروع میکنه به چروک خوردن زیاد، و وقتی که اون رو میبرید یا کنده میشه، شروع میکنه به خونریزی کردن. بله، عکس قبلی رو اگه نشون بدید و بذارید همیهنان یک بار دیگه این دوتا رو مقایسه بکنن با هم دیگه. بله، و عکس بعدی. بله، سیارلی، این عکس میکروسکوپی هست. البته یک لایه رو میبرن خیلی نازک، روی سلاید میزنن و زیر میکروسکوپ با اون نگاه میکنن. بله، عرض کنم خب این هم از زگیل. حالا چجور میشه زگیل رو برداشت؟ ببینید، همطور عرض کردم و بارها خدمتون خواهم گفت، هرچی زودتر اگر یک چیزی شبیه این میبینید، اگر ایگنورش نکنید، بهش بی‌توجهی نکنید و سریعتر برید پیش دکتر، همون به اصطلاح لیژن یا زگیل رو میشه به راحتی مداوا کرد. اما اگر که صبر رو کنید، پخش میشه. مریضی داشتم که دختر جوانی بود، اومد توی مطب، تقریبا یک سوم تمام کف پای این دختر خانم پر از زگیل شده بود و همه پیوسته بودن به هم دیگه، نصب بودن و نقطه های مختلفی هم بودن. چیزی در حدود 10 جلسه طول کشید. هر دفعه ما مجبور بودیم اون رو حالت سرجری کاملا در بی‌حسی منطقه‌ای به اصطلاح لوکال انستیجیا بتراشیم و بعد با کمیکال اون رو بسوزونیم. ده هر جلسش یک هفته، هر یعنی تقریبا 10 هفته طول کشید که خب نهایتا برطرف شد، ولی هم وقت زیادی برد، هم ایشون خیلی ناراحت بودن در طول مدت.
اینی که صبر نکنید تا این خیلی زیاد بشه. روش‌های مختلفی هست برای از بین بردن اون، با خشک کردن اون به طریق مثلا فریز کردن یا یخ زدن، یهش میگن کرایو فریز، کرایو تراپی، نیتروژن رو در داخل کنی کردن که وقتی که رها میشه تمپرچر یا حرارت رو خیلی زود میگیره و اونجا رو فریز میکنه، یخ میزنه، و بعد با خشک کردن اون بلاد وسل ها یا اون مورک ها اون زگیل شاید بیفته. اگر کوچک باشه شاید این بشه، اگر بزرگتر باشه این روش زیاد کار نمیکنه. بعضی وقتا مجبوریم جراحی بکنیم، یعنی ببریم دو طرف رو توی اتاق جراحی و اون لیژن رو برش داریم، اگر که در جای حساستری باشه و جایی که پوست نازکتره، و عرض کنم خدمتون که ریشه اون هم عمیق‌تر باشه. اگر صحبت سر ریشه باشه، این زگیل هستش که ریشه داره و نه پینه. عرض کنم یک سلاید دیگه هم، یک فولدر دیگه هم داریم در مورد ناخون هست که خیلی خیلی شایع هست، بس خیلی از مریضان هستن که تشمیرن. این یک عکسی از اینگرون تونیل یا ناخونی که در گوشت فرو رفته. همونطور که میبینید این قسمت چپ صفحه، اینجایی که من دارم نگاه میکنم، ناخون پیچیده و رفته داخل گوشت. خیلی دردناکه، حتما باید مداوا بشه. اگر مداوا نشه تبدیل به عفونت میشه در یک زمانی، و بعد باید مجبوری، چاره ای ندارید جز اینکه تش ببرید و مداواش کنید. اگر که همچنین این حالت، یک حالت پیشرفته شه، بعضی موارد به اون صورت پیشرفته نیست، اگر اون سمت ناخون رو نگاه کنید طرف یک مقداری هم در اون طرف داره، ولی منطقه خیلی شدیدش سمت داخلی پا یا بهش میگه میدیا بوردر هستش. برای این که ما این رو مداوا بکنیم، کاری که میکنیم اون شست پا رو یا ننگشت پا رو بی‌حس میکنیم، و بعد ناخون و گوشش رو تا اونجا که میتونیم به سمت ریشه بر میداریم. چند بار این کار رو انجام میدیم بدون اینکه ریشه رو بسوزنیم. اگر که هی دوباره پدید اومد، هی دوباره این تکرار شد، روش های مختلفی هست. یکی از روش های خیلی به اصطلاح پاپیلرش استفاده از مواد شیمیایی هستش که فینول هست، و اون ریشه رو در اون نقطه می سوزنیم، فقط اون گوشه در نمیاد. در بعضی موقع ها با اینکه ما کمیکال استفاده می کنیم، خیلی هم اون ریشه رو می سوزنیم، با این حال گاهی اوقات باز هم میاد، ولی بیشتر موقع 90-95% موقع دیگه اون ناخونی که می پیچه توی انگشت پا اون بر نمی گرده. عکس بعدی رو لطف کنید. این یه عکسی از ناخون پا و انگشت پا. اگر بعضیا شاید متوجه شده، نادر هست ولی هستن، که انگشت پاشون حالت به اصطلاح فنجونی داره یا حالت پیاله‌ای داره، به اون صورت صاف نیست. یکی از دلایلش میتونه ژنتیکی باشه، ولی وقتی که ما میبینیم اینش میگن کلاب بد تو، اگر ما یه همسی ببینیم آنن مشکوک میشیم که آیا این فرد برای مدت زیادی سیگار کشیده، کسی که سیگار میکشه مبتلا به سی او پی دی هست یا کرونیک ابستراکتیو پالمینری دیزیز، میتونه انگشتای ناخنای انگشتش به این صورت در بیاد، یا مبتلا به مشکل جگر یا بعضی امراض دیگه. اینها اینه که اگر که یک همچین بیماری دارید، حتما به دکترتون مراجعه کنید، دنبالش باشید، ببینید که ریشه اون چی هست. انشالله که هیچی نیست، جزء درصد اونهایی هستن که به صورت طبیعی و ژنتیکی اون شکلی هست. عرض کنم خدمتتون دیگه عکس دیگه ما فکر نمی‌کنم امروز داشته باشیم. بازم هست.
بله، یه عکس بسیار مهم. من خودم یادم رفت، اتاق فرمان رو یادآوری کردم. بله، همه ما رو پوستمون خال داریم و بعضی ما بیشتر خال دارن، بعضی ندارن، کمتر دارن، ولی همه ما بدون استثنا یه خالی توی بدنمون، رو دستمون، رو پامون هست. خالها رو باید بهشون توجه کرد، به خاطر اینکه بعضی از این خالهای خالنماها میتونن سرطانی باشن، میتونن خطرناک باشن. این عکس یک بیماری سرطانی است، بیماری پوستی سرطانی است به نام ملانوما. این میتونه، با اینکه خیلی این عکس رو بزرگ کردن، چیز کوچیکی چند میلیمتر در روی پوستتون پدیدار میشه، خدای نکرده. کسانی که برای مدت طولانی زیر پوست، زیر آفتاب هستن، کارشون زیر آفتاب، خودشون رو پروتکت نمیکنن، لباس بلند نمی پوشن، کرمای ضد آفتاب استفاده نمیکنن، مثل فرض که مثلا ماهیگیرا یا کسای کارگرانی که توی کارگران ساختمانی که توی آفتاب کار میکنن یا کسانی دیگه. عرض کنم خدمتون که همونطور که میبینید دور تا دور این زائده پوستی حالت ناهمواری داره، یعنی نه گرد هست نه حالت بیزی شکله، و رنگ اون رو هم که میبینید همچین یک نواخت نیست، یک مقدارش سیاهه، یک مقدارش روشنتره. این هم یکی از نشانه های به اصطلاح ملیگنسی یا سرطانی بودن این زائده هست. اگر دست روش بکشین و این برجسته باشه، اون هم یکی دیگر از علائم بودن این سرطان هست، این پوست سرطان به اصطلاح ملانوما هست. این عکسی که ملاحظه میکنید عکس خالهای معمولی هست، همونطور که میبینید گرد هستن، تقریبا یک نواخت هستن، ولی خیلی شبیه اونیکی هستن. عرض کنم بعضیشون حتی خالایی هستن درشت و برجسته، مثل اون خالی که سمت پایین صفحه میبینید یا سمت راستش، با اینکه ممکنه اینها اصلا سرطانی نباشن، این نرمالیه، ولی خب با این حال نگاه کنید دور تا دورشون گرد هست، ناهموار، یعنی بردراشون ناهموار نیست، نامیزون نیست، برجسته هستن. یکی از اونها، ما میگیم A, B, C, D, E، اینها asymmetric, raised or elevated, color, پنج تا ساین هستش که اینها تفکیک میکنه یک پوست رو، یک خالی رو از یک زائده سرطانی. اگر که شما یه همچین خالی رو در بدنتون میبینید که بهش شک دارید یا قبلا اونجا نبوده، معطل نشین، این رو حتما تشویق پیشه یک دکتر پوست. اگر روی پاتون باشه، بیشتر دکتران پا تو این آموزش دیدن، میتونن حداقل ببینن که این آیا حالت طبیعی داره یا غیر طبیعی، و شاید بفرستن شما رو برای کانسلتیشن پیش متخصص دیگری. بدی این بیماری این هستش که اگر چیزی در حدود یک سانتیمتر برسه دیگه آردی تو لیت، چون این متاستسایز میکنه. کسانی که مبتلا به ملانوما میشن، اون سلولای سرطانی به سرعت وارد ریه میشن و در ریه شروع میکنن پخش شدن. یعنی که بهترین راه جلوگیری از اون تشخیص هرچه زودتر اون هست و اون رو برداشتن. وقتی هم که این خال رو ما بر می‌داریم یا به سر این زائده پوستی که خطرناک هست، we do wide dissection، یعنی دور تا دور اون رو با فاصله 3 برابر از عرض اون از دور تا دور در میاریم و می‌فرسیم به آزمایشگاه. عرض کنم خدمتون که برای تشخیص 100%. حالا به هر حال خواستم که شما رو آگاه کنم، نه که خدای نکرده بترسونمتون. چه خوب هست که آدم زودتر آگاه بشه. میدونم خیلی از ماها
دوست نداریم کشف کنیم که مشکلی داریم و سعی میکنیم خودمون رو قانع کنیم که نه چیزی نیست، من پاهم سرد از بچگی سرد بوده. یکی از بیماران بسیار عزیزم یکی از چشی خورده بود پیش من، من داشتم قانعشون میکردم، وقت میذاشتم که ایشون رو قانع کنم که تشریف ببرن یه آزمایش خیلی ساده مثل آلتراساند انجام بدن ببینیم که گرفتگی در شریان‌های ایشون وجود نداره. و خب مردم میترسن که چیز وجود داشته باشه. خب به هر حال ترسیدنش تأثیر نداره، یا هست یا نیست، اگر هست چرا زودتر بهش نرسیم. یک آنتراک کوچیک میگیریم، یک آهنگ بسیار بسیار زیبا. من مطلبی رو میخوام عرض بکنم قبل از اینکه این آهنگ شروع بشه، و اون این هست که دیشب یا دو شب پیش من مطلبی رو روی یاهو میخوندم که متاسفانه یکی دو تا از پلیسای آمریکا مردم رو در بعضی ایالت‌ها کنار کشیده به خاطر تخلف ترافیکی یا چراغی نزدن و اینها، و بعد از حد و حدود قانونشون خارج شدن و عرض کنم خدمتون که بدن اینها رو بازرسی کردن به صورت خیلی غیر انسانی، و این تا اونجا رسیده که توی یاهو و نشریه ها این مطلب منعکس شده. ببینید این مشکل در همه کشورها هست، چه در ایران، چه در آمریکا، چه در همه کشورها. ولی چیزی که مهم هست، چون افرادی هستن که ولو اینکه آموزش دیدن، ولو اینکه میدونن این کار خطاست، از حد خودشون خارج میشن و متأسفانه همچین کاری رو مرتکب میشن. ولی به بافت جامعه که نگاه بکنیم ببینیم که اگر سیستم عدالت در اون جامعه وجود داره که به این مسئله بررسی میکنه، اون رو نگاه میکنه، هر کس که اون شخص میخواد باشه اون رو تحت دادگری و دادخواهی انجام میده، اون رو، اون سیستم رو باید نگاه داشت و اون سیستمی هستش که ما قاعدتاً میخواییم درش زندگی بکنیم. وای به حال اون دنیایی که و اون کشوری که و اون مملکتی که در اون دادخواهی نباشه. و من آرزوم این هست که همیشه ما یک جامعه داشته باشیم و اون وظیفه ما هستش که اون رو بسازیم با active involvement، یعنی همه ما در اون دخالت بکنیم. حالا هر جا که هست جامعه ها تضمینی درشون نیست که همیشه پیشرفته باشن و همیشه درشون دادگاهی باشه. من وقتی راجعش فکر میکردم میدونم که 2500 سال پیش در دوران هخامنشی و کوروش ما عدالت داشتیم و 2500 سال بعد در دوران قاجارها جامعه ایران به چه واقعا منحط شده بود. یعنی که فقط مردم اون جامعه هستن که میتونن اون مملکت رو بسازن. در این زمینه دوست دارم که به آهنگ بعدی گوش، آهنگی که انتخاب کردم گوش کنیم و یادمون باشه که این وظیفه همه ما هست که ایران رو بسازیم. میریم تا بعد از آهنگ. خوشحال شد. Come on, 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 come on
خیلی ها سپاس از تشریف فرماییتون و حضورتون در این گردهمایی. من از تک تک شما عزیزان سپاس گذارم. خدا نگهدارتون. تشکر علیکم. با درود مجدد، یک کلیپی بود که بچه ها پیدا کرده بودن خیلی سریع در مورد اینکه دوباره میساز آمد وطن. بله، عرض کنم خدمتون که میریم روی خطا و سوالای هموطنان عزیز. ما چیز 10 تا 15 دفعه کنم 10 دقیقه دیگه بیشتر وقت نداریم. تا اونجا که تونستم من سوال شما رو جواب میدم. شما روی خط هستین دوست عزیز، بفرمایید. درود بر شما آقای دکتر. درود بر شما خانم، بفرمایید عزیزم. من زانوم عمل کردم آقای دکتر. بله. آندو پاره شده بود. بله. حال تقریبا 6 ماهه عمل کردم. درد هنوزم درد احساس میکنم. البته آبشو کشیدم در اثر تصادف. این دفعه هم خدمتتون عرض کردم آخر وقت دیگه متوجه نشدم. لای در اتوبوس مونده پام. بله. اصلا نصف بدنم آسیب دیده. من تا زانوم عمل کردم ولی استخوان ران ترک برده که شولدرم ترک برده که اینا هنوز مونده. بخاطرم از شما بپرسم که بعد از 6 ماه هنوزم باید درد داشته باشم یا این که از بین میره یا دوباره بعد من زل بزنم؟ خیلی ممنون از لطف که لطف کردید و زنگ زدید. ببینید سوال شما خیلی جنرال هست. شما براتون سانحه پیش اومده، از شونتون تا پا تا پایین پاتون درد گرفته. برای مشخص نیست، شما مشخص نفر بودید کجاتون واقعا الان درد میکنه. اگر که وقتی که شما مبتلا به یک تراما یا حادثه میشید، بس که به شدت اون تراما داره و سن شما که بدن شما چجور با اون به اصطلاح اون رو چجور بازسازی بکنه بعد از عمل یا غیره، بستگی به نوع عملی که روی شما انجام شده. اینی که واقعا اول باید شما ببینید که چه ناحیه‌ای هست، آی کمرتون هست یا شونتون هست یا آی پایتون پاتون هست، درد از کجا میاد. این سوالتون خیلی جنرال هست، مطمئنن باید پیش دکتر متخصص اون قسمت برید. اگه که سپاین درد میکنه تشبیه برید، یا ستون فقراتون پیش دکتر ستون فقراتتون باید تشبیه برید، یا دکتر نورولوژیستون نوروسرجنتون بتونه بهتون کمک بکنه. برحال اگر که لطف فرمایید بعد از برنامه من زنگ بزنید، من خوشحال میشم که با تون صحبت بیشتری داشته باشم، کمکتون بکنم. دوست عزیز بفرمایید. خواهش میکنم سوالاتون رو فقط مختص به رشته تخصصی من مقتضی ببخشید مطرح کنید. سلام عزیز بنده است، خوبم، بفرمایید. آقای دکتر، من این برگشتگی بغل شست ناخن بزرگم، بله، قرمز شده، برجسته شد در روی پام، یه حالت تورم پیدا کرد. بله. حالا که نشست پا منم کسم تکون میدم برای یک هفته. شما ببخشید، من شما فرمودید که گوشه ناخونتون یا نه خیلی قربان، این استخوان برمدیگی شست بزرگ پا. بله، اون که بهش میگن بانیان. بله. بله. اون برمز شده و حالا تورم پیدا کرده، روی پا تورم پیدا کرده. بله. به حالتی که مثلا نمیتونستم کفش کنم، نه خواهی دیگه، درد شد از کارم هم بیاف شدیدم، اشکرت هم از بین رفته ایدم تو سرم دکتر ما. ببینم شما درد شدید، معذرت میخوام اینترابتتون میکنم، شما درد شدید دینی دست میزدید، خیلی درد وحشتناکی داشت؟ بله خیلی درد وحشتناکی. شما گاوت نداشتید؟ قرمز بود، خیلی متورم. و شما نقرس نگرفته بودید؟ تشخیص ندادن شما گاوت گرفته باشین؟ نه من نرفتم بشه دکتر، چون اینشونس همون به خاطر کارم از دست دادن و من چای و کافی و گوشت اینا دیگه نخوردم. برای یک هفته بهتون کمک کرد؟ و
بعد این کمک کرد بعد این نه. من سوالتون رو دارم الان، الان مشکلتون چی هست؟ همون گذاشت من این مخواد سوال کنم ببینم این همون نیرده بوده. من چون خودم این کذب فکر میگرم که نیرده استش ایزودی من به شجاع. خیلی ممنون لطف دوست عزیز، خیلی ممنون از سوالتی که کردین. در اولین جلسه که من اینجا اجرا کردم در مورد نقرس صحبت کردم. این چیزایی که شما توضیح دادین در مورد پاتون خیلی خیلی به اصطلاح اشاره میکنه به این که شما مبتلا به بیماری نقرس هستین یا گاوت. همونطور که عرض کردم گاوت بیماری هستش، آرتروز پیشرفته است، التهابی و ریشه ژنتیکی داره. کسانی که گوشت و ارگن مثلا دل و جگر و قلوه و از اینجور چیزا میخورن یا الکل، مشروبات الکلی زیاد استفاده میکنن بیشتر مبتلا به این مسئله میشن. عرض کنم خدمت بعضی هم اینا رو استفاده میکنن ولی چون بدنشون خیلی یوریک اسید تولید میکنه یا یوریک اسید رو از بدنش دفع نمیکنه مبتلا به این میشن. شما باید آزمایش خون بدین، یورتون رو یوریک اسیدتون رو اندازه‌گیری بکنن ببینن که در سطح اگر که این حتی اگه بیمه هم ندارید شما با تشبیه پیش دکتر پول خرج کنید، مثل همه کارهای دیگه که ما پر انجام بدیم. ماشینتون خراب میشه باید پول خرج کنید. به هر حال مبتلا به مخارجی هست، یه آزمایش خون بگیرن ببینن شما اورتون اگه بالا باشه با خوردن یک دوا، یک قرص یا یکی دو تا قرص میتونن این رو کنترل بکنن. اگر کنترل نکنید عواقب خوبی نخواهد داشت. مقاله اول منو در این مورد که مفصل نشدم بخواید. دوست عزیز بفرمایید، شما روی خط هستین. استا میکنم. خواهش میکنم خانم بفرمایید. شما روی خط هستین. سلام آقای دکتر، من یه سوالی داشتم. چون یه مدتی هستش که من صبح از خواب بلند میشم نمیتونم دیگه روی پام راه برم، پاشنه پام درد میگیره، بعد بلنگم یه مدت، بعد پای چپم بیشتر درد میکنه تا پای راستم، یا حتی وقتی نشستم بلند میشم راه برم پام خیلی درد میکنه، انگار پاشنه پای من هیچی گوش نداره، انگار استخون میاد صاف روی زمین. بعد بهتر میشه در طول روز؟ بله. و اجازه بدید من سوالتون رو جواب بدم. خیلی سپاسگزارم. این همون پلانتر فشایداس هست که خدمتون عرض کردم. بارها بارها تقریبا در هر جلسه ای همچین سوالی رو ما داریم. این به خاطر اون بند زیر پای شما هست که بهش میگن پلانتر فشیا. این به دلایل مختلف، مخصوصا اگر کسانی که عضله پشت پاشون کوتاه هستش، اینها میتونن مبتلا به این مشکل بشن. با تشبیه پیش دکتر عکسی بگیرن ببینن چیزای دیگه نباشه، مثل ترک استخوان یا اشیاء خارجی در پاتون فرو رفته باشه یا چیز دیگه ای باشه، نگاه کنن. اینو ما به طریق آمپول و تو کفش‌های مخصوص یا پد کردن، تیپ کردن میتونیم اینها رو برطرف کنیم. به من اشاره میکنم 5 دقیقه دیگه بیشتر وقت نداریم، من سوال بعدی رو جواب میدم. دوست عزیز بفرمایید، شما روی خط هستین. سلام آقای دکتر. سلام از من است، بفرمایید. حال شما خوبه؟ ببخشید مزاحمتون شدم. من میکنم. پای راستم نزدیک پاشنه پا، یعنی اون بغل بعد از اون استخون، گاهی نه که همیشه خارش‌های شدید داره و هیچ نه علامتی داره نه قرمزی داره نه ریچ، ولی به قدر شدیدی میخاره. خواستم علتشو بدونم. شما اگه به پاتون نگاه کنید اون منطقه، آیا پوست پوستم شده خشکه؟ نه خیر اصلا نیست، فقط و همون حتی چم... اگر هر موقع دست بزنم احساس میکنم شروع میکنه با خارش. بله. چند وقت هست این اتفاق افتاده خانم؟ خیلی وقته، شاید 4-5 سال باشه. و بعد بیشتر شده یا همون اندازه مونده؟ یا همون اندازه هست. بله. بس. بسیار عالی. شما هیچ مشکل دیابت ندارین یا مشکل دیگه ای؟ عرض کنم خدمتون که اجازه بدیم بتونم شاید بهتون کمک کنم. ببینید خارش پا یکی از این دو مورد بیشتر نمیتونه باشه. یکی این که شما مبتلا به قارچ پوستی هستین، قارچ پوستی باعث خارش میشه، البته خاروندن اون منطقه و منتقل کردن به انگشتان دستتون و بعد به جای دیگه بدن چیز خوبی نیست. این که اگر که میخاره سعی کنید که با یه گاز یه چیزی اون رو بخارونید و بعد دستتون رو بشورید. عرض کنم خدمتون مرضی هست میگن دو پا به یک دست، یعنی دو پا مبتلا شده به مرض قارچ و بعد با یه دست که دست راستی هست این دست چپی هست اون رو میخورید. دیدم کسانی که ناخنهای انگشتشون مبتلا شدن و بعد اون رو وارد گوششون کردن، گوششون هم مبتلا کردن. یعنی که احتمالا این مشکل پوستی هستش یا میتونه ریشه عصبی داشته باشه. نه به که عصبی هستین یا اینکه به اعصابتون یا نوراپاتی دارید،
یا عرض کنم خدمتون که ممکنه هست چامایی هستش که از طریق کفش بهتون وارد میشه، متوجه نیستید. به هر حال اون رو باید بهش نگاه کرد، از استفاده از کرم های ضد قارچی، از انواع و اقسام اونها، تا اینکه اگر که ریشه قارچی نداشته باشه به دنبال علت دیگری بگردیم. درود بر شما، بفرمایید دوست عزیز. بفرمایید، شما روی خط هستین. قربان شما برم جناب، بفرمایید عزیزم. شش پای راست من. بله. بغل پا. بله. سالهای شده که کوشش شد که شده اون بردن جیل هر بگی حسین مرکلی کوچی به که کشتاش داره. بله. بله. شده شده خیلی بزرگ میشه احساس میبرده. باز رو برمیگم. ایزه بدیم، من سوالتون رو گرفتم. ببخشید شرمنده، من سوالتون رو گرفتم. میگن برنامه داره بسته میشه. عرض کنم خدمتون که من توی برنامه توضیح دادم، اگر که فرمودید قلتک مانند یه چیز گردی داخلش هست، این همونی که پوست بهش میگیم پروکاریوتوسیس یا پینه‌ای که هسته مرکزی داره، یه قده عرق در اون مرده و تبدیل به توپ پوستی شده و اون رو خیلی اینا عمیقن، اینها رو باید در آورد و عرض کنم خدمتون که باید repeated trauma یعنی اگه پاتون یک دیفورمتی داره که روی اون منطقه زیاد فشار میاره، اون رو هم باید برطرف کرد تا مشکلتون حل بشه. به هر حال دوستان عزیزی که نتونستم جوابشون رو بدم ازشون سپاسگزارم. برنامه امروز به پایان میرسه، تا اگر انشالله سعادت داشته باشیم بازم برسیم خدمتون. یک سوال دیگه هم میتونیم جواب بدیم. بسیار خوب. دوست عزیز، شما که از کانادا زنگ میزنید دوت بفرمایید، شما روی پای روی خط هستید. دوست عزیز من از آنتاریو بفرمایید. الو، بله خودم هستم در خدمتون خانم، بفرمایید. سلام. درود بر شما، بفرمایید خانم، مشکلتون؟ من بعد ما شما رو چند وقتی نگاه میکنم. لطف دارید. من آزمایش دادم، اسیدولیکم خیلی پایینه. بله. دکتر به من گفته که گوشت زیاد بخور و من استخون همین شست پال که این آقا فرمودن، اون آقای که با شما صحبت کردم، بله، این زده بیرون یه خورده، بله، و روش قرمزه. اسید اولیک ندارم، بله، شوگرم ندارم، بله، اصلا صفر، شوگرم پایینه و سدیومه. ایزه بدیم من بهتون سوالتون جواب بدم. خیلی ممنون از سوالی که فرمودین خانم محترم که از کانادا زنگ زدن. شما فرمودید که قوزک پشت شست پاتون زده بیرون و دردم نداره، کمی قرمزه. خب این قاعدتا گاوت نمیتونه باشه. اگر یوریک اسیدتون پایین باشه، این مطمئنن چیزی جز بانیان نیست، یا همونی که خیلی بهش مبتلا هستن، انگشت شست پاشون منحرف میشه به یک سمت و اون مفصل شروع میکنه به خورده شدن و از بین رفتن. این ریشه گاوت یا نقرسی نداره، صرفا به خاطر صدمه مفصلی هستش و همون بانیان هست که با جراحی بشه و عرض کنم که خدمتون با استفاده از کفشای مناسب و تو کفشای مناسب از جلوی پیشرفت اون و بازگشت اون بعد از جراحی جلوگیری کرد. به هر حال فکر میکنم برنامه ما پایان رسید. خیلی خیلی سپاسگزارم. درود بر شما و پاینده ایران. انشالله که باز هم خدمتون میرسم. قربان شما.